آمان مهمون داریم. مهمون؟ کی؟ مونس خانم برگشتن، این بار با دخترشون اومدن. خب تعارفشون بکن بیان تو. نه نه نه، الان خستن میخوان استراحت کنن. الان هم بند خدا تو حیات وایستادن، میخوان یه سلام علیکی با شما بکنن بعد برن تو اتاقشون. چند روزه مونس خانمو ندیدم، دلم واسش تنگ شده بود. آدم تو شهر غریب یه همشهری رو میبینه خیلی خوشحال میشه. مامان، جون مامان، شما خیلی خسته اید، یه ذره استراحت کنید. حال میگین چی کار کنیم؟ نمیدونم افق، از چی؟ از این که دیگه مامان گفتن تو نشنو. نارومی بالاخره به آرامش میرسیم. قول میدم. میشنوی؟ صدای صابخونه هست. آدم های خوبی هن. بریم باشه حال احوال کنیم. باشه مامان؟ باشه. فقط یه چیزی افق، حواست باشه. من دفعه پیش تنها اومدم، این بار اولین باری یه طور به خودم میارم. باشه مامان جان؟ حواسم هست. فدات شم. سادات خانم اومد، من میرم پیشش. من محبت های شما رو هیچ مونس خانم اومد. زنده باشه. منم به همچنین خیلی خوشم اومد، جالب دلم. اتفاقا دخترم هم مصاری با خودم آوردم. آفاق بود اون دفعه براتون گفتم. ماشاءالله. حالا انشالله میاد میبینتتون. دیگه چه خبر؟ خانواده خوب هستن؟ سلامتی، الحمدلله، همه خوبن. سلام دارم خدمتتون. به به. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ خیلی خوشم اومد. خسته نباشید. زنده باشید. سلام. اینم دختر من آفاق. همشهری خودشو که میبینه اصلا دلش باز میشه یه چیزی.
بله بابا، کارم داشته. هنوز نمیتونم باور کنم که بزرگ شدی. اگه به اراده من بود همچنان به همه خواستگارات جواب رد میدادم. قصه فرد و شبو که میدونی. گفتم بیای تا اگر حرفی داری به بابا بگی. هرچی شما سلا بدونید. شما سعیدو میشناسی؟ دیدیش؟ خونم به سازت دیدمش. اگه من فرد و شب به خواستگارت جواب بله یا نه بدم راضی هستی؟ بله بابا. مادرت میگفت همسایه‌شون تو تهران ازشون خیلی تعریف کرده. منم اسماعیلو میفرستم محل کارش تا تحقیق کنه. توکل به خدا. بابا؟ جان بابا. من میخواستم یه چیزی به شما بگم. بگو بابا. صدات کردم تا اگر حرفی داری به بابا بگی. تو گل سرسبد منی. 12 سال بچه نداشتم. با کلی نظر و نیاز خدا تو رو به ما داد. بابا جون با اومدنت برکت به زندگی من آوردی. یه خار اگر به پات بره ناله من در میاد. بگو بابا. یه وقت نگید دخترتون فروه. نه بابا جون، میشناسمت. خودم بزرگت کردم. بگو. من برای ازدواج یه شرطی دارم. چه شرطی بابا؟ بچه ها، هانیه چی داره به بابا میگه؟ نمیدونم، ولی هرچیه مربوط به خواستگار یه فرد شبه. به نظر شما دوتا، هانیه عروس میشه؟ اگه هر وقت حرف از عروسی، هانیه همیشه گریه هم میگیره. خب از بس نیستت گردم. اگه هانیه عروس بشه، باید از این خونه بره، شما گریه تو نمیگیره؟ نه، من خود گریه نمکنه. بلو میشه، ببینم. ای ای آیا چرا فال گوش وایسید ها؟ نکن گوشم کنده میشه. نکن خدا، آخ گوشم کنده میشه. ویلکم چرا فال گوش وایسید؟ فقط نشسته بودم کنار دفعه. ویلکم به زبونه. نکن خدا، اگه بابا میخواست ما بیدونه میامدن تو اتاق حرف زدن. آخ گوشم کنده میشه. حالا ویلکم ویلکم.
چرا بخنده؟ ببخش دیگه تکرار نمیشه. آه خدا دیگه تکرار نمیشه. آه خدا. فکر کردم خوابیدی. صحبتتون چقدر طول کشید مامان؟ زنها اینجوری هم دیگه، وقتی میشینن کناره هم حرف واسه گفتن کم نمیارن. برنامه فردا شب قطعیه؟ آره مادر جون، گفتم که سعادت خانم چی گفت. فردا باید زودتر مرخصی بگیری بیای که یه عالمه باهات کار دارم. بله چشم مامان، حتما. آقا سعید. سلام. سلام. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. ببخشید میخواستم بگم خدمتتون که هر زمان که شما خودتون صلاح دونستین بفرمایین که ما دیگه از این خونه بریم. نه هنوز مامورا توی خروجی های شهر دارن همه این ماشینا رو بازرسی میکنن. مونس خانم بهتره که یه چند روز دیگه صبر کنید. فقط خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم حواستون جمع کنید، به هیچ وجه از خونه خارج نشید. بله چشم چشم. در هر حال ما واقعا به شما زحمت دادیم، شرمنده شما شدیم. خواهش میکنم. ایشالا که خوشبخت بشین. ممنونم، با اجازه. خداحافظتون. مامان جان دلم، چی گفت؟ چیزی به خصوصی نگفت بنده خدا. از دست ما ناراحته؟ ناراحت نه، ولی خیلی نگران دستگیر شدن ماست و حقم داره. اگه ما رو توی خونه بگیرن خیلی برای سعید گرون تموم میشه. دیگه هیچ جوره نمیشه انکار کرد تو فرارمون دست نداشته. باید خیلی سریع از این خونه بریم. خیلی سریع آفاق. صدفان. بله جناب سرهنگ. یادتو گفتم نمیشه سر سرهنگ و شیره مالید. اگه لازم باشه زیر سنگ هم باشم پیداشون میکنم. اگه خواستم میتونم تمام شهر رو زیر رو کنم تا بالاخره پیداشون کنم. آفاقو پیدا کردم. آفاق خانم پیدا شده؟ من یه قرار بود پیدا نشه. کجا بودن؟ فقط این حرفای منو هیچ وقت فراموش نکن پسر، چون وقتی افاق پیدا شد دوباره تکرارش نمی کنم. میتونی بری؟ دستم بهتون برسه پوستتون رو میکنم، پوستتون رو میکنم.
زود اومدی. چیکار میکنی؟ الان میخواستم لباسم عوض کنم. امشب پسته تا حواست باشه. امشب که نوبت من نیست. جانم سرهنگ گفته از امشب باید نیروها رو زیاد کنیم. اگه اعتراض داری به سرهنگ بگو. شاید زیر سیبیلی رد کرد. با اجازه. سلام، صبح بخیر. سلام. چرا لباست عوض نکردی؟ حالم خوب نیست، سرم درد میکنه. خب مرخصی بگیر، برو خونه استراحت کن. نمیشه، از شانس بدم امشب پستم. مخوای امشب هم اجاد وایستم؟ شما هم فردا شب جمعه وایس. خالقی دمت گرم. تو اگه تو این اداره نبودی من دق میکردم. یکی جابجا یه شیفت و این همه هندونه. نه به خدا، به جون خودم راست میگم، باور کن. چند روزه دارم به این فکر میکنم از این اداره برم استعفا بدم، برم اینجا دیگه سر یه کار دیگه. استعفا؟ اینم تو این موقعیت شلوغی شهر؟ قبول نمیکنم. برات درد سر میشنم. از من مشنوی به روتم نیار. خسته شدم از این کار. بریدم. اسحاقی، یک سوال میخوام ازت بپرسم. البته ربطی به صحبت الان ما نداره. باشه داداش بپرس. اگه جوابش بلد باشم میگم. این سوال منو بذار به حساب کنجکاوی و رفاقت باشه. باشه داداش بپرس. راسته که تو به دختر سرهنگ علاقه داری؟ کی این حرفو زده؟ من از دن جامو پور شنیدم. خالقی اگه از دست من ناراحت نمیشی، من دوست ندارم در مورد این موضوع صحبت کنم. ببخشید. نه، اصراری نیست. راحت باش. خالقی، فقط مطمئن باش. من به فکرم هم خطور نکره که سرهنگ پدر خانمم باشه. خیلی خوب. ما که چیزی نگفتم آبا. کن کنی زعبت باشیم خواستگاری. خواستگاریه میدونم. بگم درت اون که؟ من به خواستگاره مشکل. چیشی؟ گفتم که به خواستگاره من نیه مشکل. میگم نداشتم موترت خاموش کن. خاموش کن. بابا دلم میگم به این خواستگاره ها نیه مشکل کن. خاک تو سرم کنم. نری این حرف رو بره آسه جعفر بزنی آب رو ریزی کنی هم. تو یعنی میگه آسه جعفر خودش ایقا ارزه نداره؟ یه نفر اومده خواستگاری دخترشون هم بدون تحقیق و همشی جواب بله میده؟ چند روز فکرم درگیره کجا دیدمش؟ فهمه؟ اگه بهت بگم این خواستگاره، خواستگارهانیه رو میگم، چند وقت پیش با لباس شهربانی تو کوچه ششباد گیری دیدم، باور میکنی؟ نه. بره چی باور نمیکنی؟ بره اینکه هوش و حواس درست حسابی نداری. عبدالرضا، من دیروز بهت گفتم که ما خونه هم ماست و پنی نداره. برو بگیر. رفتی سرو به سرد گشتی اومدی خونه با 4 تا نون داغی برشته. من نون خواستم؟ من فقط باسه جعفر میگم اگه خواست حرفمو قبول کنه. چرا آبرو ریزی میکنی؟ هنوز خونه به باره نبه داره. جون من، جون فهیم، بیا بریم خونه. بیا بریم خونه. میخوام برای چای نباد درست کنم بخوری. سردیت کرده. بیا. یه خبر مهم.
چه خبره؟ ترسیدم. خب خوب گوش کن جناب سرنگ، دستور دادن هرچی راننده سواری و اتوبوسی که مسافر از یزد میبرن بیرون شهر جلوشونو بگیریم، ازشون سوال کنیم تو این یکی چند روزه یه خانم با مشخصات مورد نظر رو سوار کردن یا نه. خوبی که فکر خوبیه خالقی، من فکر کنم راننده سواری که دختر سرهنگ رو سوار کرده پیدا کردم. الان کجه؟ کی؟ همون راننده سواری. خب مسافر برده بیرون شهر، ولی گفت تا برگردم زودی میام شهربانی. خب نمیخواستم بترسونمش، اینقدر با روی خوش ازش خواهش کردم که هر اطلاعاتی بخوایم بهمون میده. خواهی سرنگ کجایی؟ سرنگ خبره خوبی برد به کارت برس. سعید جان کتت آماده است؟ اوتو کردم. دستت در نکنم این دکمه بدی من. نه پشتتو به من بکن، من خودم میخوام کتتو تنت کنم. ماما خجالت میکشم. جانتو نمیشه. خواهش میکنم. نه پشتتو به من بکن. نه سیستم نمیشه. دوتا دستاتو بیار عقب. چطوره ماما؟ خیلی خوبه. جدی؟ دست مادرم دیگه. هنوزم باورم نمیشه دارم واسه پسرم میرم خواستگاری. سعید جان یه چیزی هست که هر دومون از گفتنش داریم تفره میریم. میدونم چی میخوای بگی مامان. خوب میدونم. اگه رفتیم اونجا جوابشون رد بود که دیگه نیازی به دونستنش نیست. اگه جوابشون بله بود که خودم همونجا با آسد جعفر میگم که من مأمور شهربانی هستم. آره دیگه میگم. خدا آدمای همدل رو به هم میرسونه. به دلم افتاده هانی عروسم میشه. من برم چادرم رو بیارم. بسم الله بگو از زیر قرآن رد شو. چشم مامان قربونت برم من. بسم الله. سعید جان من یه بار مونس خانمو واسه امشب دعوت کردم قبول نکرد. به نظرت لازمه دوباره دعوتش کنم؟ آخ مامان یه بار بهش گفتی دیگه، به نظرم نمیان. پس سب کن من این قرآنو بذارم و بیام. آبجی مهمون ها اومدن. مامان و بابا رفتن هسته کلشون. خوار برادر ایما نگاه نکنه بگن زشته میگن خواستگار نیدن. آبجی خواهی برم ایوای رادی از این دوماده پیدا کنم بابا ردش کنه. میوه بسه؟ من دارم هرس دوماد میخورم تو میگی میوه بسه؟ جوری نگاه میکنه دادم میخواد ببینه دوما چه شکلیه. خیلی خوش آمد خواهر من. سلام بابا. سلام علیکم. سلام خیلی خوش اومده. سلام.
بفرم. خیلی ممنون. اول خواهش می‌کنم پدر. شما اول بردارید. بفرم. 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 خیلی ممنون. بفرم. بفرم. تشکر. بفرم. آقا جون بفرم. پیر شی بابا. بفرم. داداش دارن چی چی میگن؟ هنوز یخ مجلس آب نشده، بذار میوه بخورن آروم آروم صحبتشون گل میکنه. مهم بریم تو تا برفشون گوش بده. بد نیست. میبینی هانیه چه برادر ای داری؟ چه قبه فکرتن؟ باشه من برم به عمه سادت و عمر زک برم بگم بیان، شما برید اونجا مجلس گرم کنید. خوبه؟ فقط این طفلی هانی هم با خودتون ببرید اینجا تنه ای نشسته. خوبه؟ بیا تو. قربان راننده اومده. بگو بیا تو. سلام علیکم. سلام. سلام. خیلی خوش اومدی. سلام. ببرم شما. بیا. خیلی وقت منتظرتی. شرمنده دیگه، یه مسافر خود رفت و برگشت ولی تبست دیگه. رفتم برگشتم دیر شد، ولی خونه نرفتم خودش، گازشو گرفتم اینجا. از اون خانمی که چند روز پیش سوار ماشینت کردی از اون برام بگو. من به مامورتونم گفتم این بابا اومد کرایه داد برای کاشان، گفت کنم کاشان دیگه. اومدیم تو رو ماشینمون خراب شد، رادیاتورمون جوشا بود، یه خورده کلنجه رو رفتم درست نشد. بعد دیگه همین نمه نمه اومدیم خوردیم به یه قهوه خونه، اونجا گفتم شما بمونید ما بریم به میکانیک برداریم بریم. رفتم اومدم دیدم اصلا نیستن اینا. تو رفتی میکانیکی و برگردی چقدر طول کشید؟ یه ساعتی طول کشید، ولی قهوه چی برسیدم گفتم اصلا من اینا ندیدم. خب ببینم، فکر میکنی که اینا رفتن همون کاشا؟ احتمال داره ماشین گیرشون بیاد برن، ولی به موقع نمیشن چون خیلی دیرشون شده بود. از کجا فهمیدی دیرشون شده؟ من یه خورده که پدال شل میکردم صداشون در میامد، گفتن آخو سریع تر برو، من میگم دیرشون شده. چی میگی خالقی؟ شاید رفته باشن کاشا، شاید هم عراق، قوم، اصفهان، تهران، شاید هم برگشته باشن. نه یزمه میان، یزمویت امنی برشو نیست. گفتی دوتا بودن اره؟ بله، دو نفر بودن. دوتا خانم؟ هر دوشون خانم بودن. او یکی خانمه که کنار دختره بود، کی بود؟ این مادر همون دختره بود که عکسشو به همشون دادی. از کجا فهمیدی مادر دختره؟ دیگه داشتن صحبت میکردن با اون یکی گفت ای ماما مامان، فهمیدم که مادر فرزند دارم. تو حرفاشون نفهمیدی کجا میخوام برن؟ چی کار میخوام بکنن؟ نه چیز زیادی نفهمیدم، فقط همین حرفای معمولی بود دیگه. خوب فکر کن، این برای ما یه سر نخه. نه تا اونجا که یادم میاد من چیزی متوجه نشدم. سرنگ فکر میکرد دخترش تنها رفته، مگه با مادرش رفته؟ تا اون روزم که دختر سرنگ بیرون نرفته بود، تا همون روز فرار با سعید اسحاقی. این چه ربطی به اسحاقی داره؟ ربط داره. تنها کسی که میتونست زن سابق سرهنگ رو خبردار کنه اسحاقی بود. نه آقای جانپور، چون شما با اسحاقی مشکل داری اینطوری فکر میکنی. شاید، اما خب یه سر نخه. از شهر بیرون نمیری، هر جا خواستی بری به من خبر میدی، هرچی هم به ذهنت خطور کرد میایی میگی، شاید یه سر نخ باشه. بله آقا چشم. بفهم. کدومش اومد ماشین رو کرایه کرد؟ دختره یا مادره؟ هیچ کدوم. پس کی؟
یه پسر جوانی بود، یه روز جلو تبور کریه رو داد، گوه این آقا من کاشم. از خصوصیاتش برام بگو، چجوری بود؟ پسر جوان خوشتیپی بود، اما یزدی نبود. از کجا فهمیدی؟ آقا مثل ما لحظه یزدی نداشتی. سیبیل داشت؟ سیبیل فکر میکنم داشت، بله سیبیل داشت، ولی خب مثل سیبیل ما نبود، خب کمتر بود. اگه از نزدیک ببینیش میشناسیش؟ آره آقا ببینه میشناسیمش. خیلی خوشحالم کردی اومدی، ممنونم از لطفت. اگه کارت داشتم خبرت میکنم. خدافظ. خدافظ. اینم سر نخ خالقی، خود سعید اسحاقی بوده، همین الان باید به سرهنگ بگم. کجا؟ صبر کن صبح که میاد شهربانی بهش بگو. ابدا همین حالا. این ماجرایی نیست که تلفنی به سرهنگ بگم، باید حضورم برم خدمتشون. اتفاقات عجیبی تو راه خالقی. جز خوبی از شما چیزی ندیده. توضیحات مفصل خدمت حاسه جعفر گفتم. ما وقتی میمونه تصمیماتی که خانواده عروس باید بگیرن. ما هم خانواده عروس به حساب میه، هم یه حساب خانواده داماد. ما جز خوشبختی دختر شما چیزی نمیخوایم. خوشبختی دختر شما، خوشبختی پسر ما هم هست. خدا خودش میدونه همه سعیمو کردم پسرمو خوب بار بیارم. سعید من مثل پسر خودتون میمونه. ما برای این وصلت نمیخوایم مانعی باشیم. اگرم صحبتی میشه بیشتر برای اینه که دو خانواده با هم آشنا بشن. شما از ما یه جواب طلب دارید که منم سعی میکنم تا چند روز آینده جوابمونو به سادات خانم بگم که بهتون بگن. اگرم حساسیتی از طرف من دیده میشه به خاطر وظیفه‌ای که خداوند به گردن من به عنوان پدر هانیه گذاشته. ببخشید. آقا سعید، دم در باهاتون کار دارم. با من کار دارم؟ بله. گفتن از دوستاتون هستم. هرچی تعارف کردم تو نیومدن. گفتن کاری واجب دارم. ببخشید. ماما خیلی معذرت میخوام، من میرم دم در، برمیگردم خدمتتون. با اجازه. خیلی باید ببخشید. مثل اینکه دمه در کارم دارن، میرم سریع برمیگردم. آقای جزه
چیکار می‌کنی؟ سلام. آخر کوچه خونه امیرزا اکبر حسابته. چی میگی؟ گوش کن سعید. آخر کوچه خونه امیرزا اکبر حسابته. بعد از سوار سمت چپ یه کوچه. وسط کوچه یه خونه که داره قهوه‌ای داره. پلاک 9. میری اونجا تا من بهت نگفتم بیرون نمیای. نمی‌فهمم چی میگی. خب برای چی باید این کارو بکنم؟ بعدا توضیح میدم. الان وقت نیست. آقا چی رو توضیح میدم؟ خب همین الان بگو. این کلید خونه. سرای فهمیده که تو دخترش فراری دادی. الانم با جانپور دارم میام دنبالت. فقط برو. من بعدم شربون لباسمو عوض کنم. وقت نیست. سعید فقط برو. برو. خواب میبینم. افق هیچ وقت شد به سرهنگ بگی که من دلم برای مامانم تنگ شده دوستم ببینمش؟ گفتی؟ اوائل یه بار گفتم، حکم زد تو گوشم، که حق نداری اسم مادرتو جلو من بیاری. تا چند روز لب به هیچ چی نمیزدم، تا اینکه بعد چند روز به اصرار فخری چند لقمه غذا خوردم. اونم برای اینکه سرهنگ به فخری گفته بود که اگه من غذا نخورم کتکش میزنه. یه مدت بعد گفتم میخوام با مامانم تلفنی صحبت کنم. خیلی عصبانی شد. این دفعه منو نزد، ولی به بهونه ی طلا رو زد. دیگه تموم شد. دیگه هیچ وقت سرهنگ دختر قشنگ منو نمیبینه. مامان نسبت بهت قول میدم. بهت قول میدم. مونس خانم. مونس خانم. چقدر سریع برگشتم. مونس خانم. بله. مونس خانم. بله. مونس خانم، ما باید از اینجا بریم. باید بریم الان، مامورای شهرداری میرسن. خاک تو سرم. کجا؟ نمیدونم، وقت نداریم، فقط باید از این خونه بریم. بجنبید تو رو خدا. چی شده؟ تو رو خدا بجنبید. یه خونه از انتهای همین کوچه. بیایید. نمیدونم، بیاد بریم میبینیم. بودوی دیگه چی شد؟ بریم. منم مثل شما نمیدونم. باشید دیگه. باشید دیگه. نمیکشم. خوشو برو. با تو نگفته بودم.